واحد اطلاق. سفر امید از جزیره کوچک در جنوب ژاپن به سوی سیاره سرخ آغاز شد. مأموریتی که پیشتر به دلیل نامناسب بودن هوا به تأخیر افتاده بود. اما بامداد دوشنبه به وقت ژاپن اولین مأموریت بین سیاره‌ای امارات متحده عربی از ایستگاه فضایی تانگاشیما شروع شد. روزی تاریخی برای امارات. در حال حاضر بخش مهم این است که به مریخ برسیم و داده را دریافت کنیم و اطلاعات جدید درباره مریخ به دست بیاوریم. این تجربه جدیدی برای همه ما در امارات خواهد بود. تولید علم و اطلاعات جدید و تاثیرگذاری بر دانش. تا پیش از این امارات فقط ماهواره به مدار زمین فرستاده بود، اما حالا گامی بسیار بزرگتر برداشته. آن هم در سازمان فضایی که سال 2014 تأسیس شد. کار روی این پروژه در مرکز فضایی محمد بن راشد 6 سال طول کشید. در این مدت مهندسان آمریکایی به امارات در پیشبرد پروژه و ساخت مدارگرد کمک کردند. تقریبا همان مسیری که امارات در ساخت اولین ماهواره‌اش هم رفت. امارات در واقع نشون داد که در این 6 سال موفق شده که این مجموعه رو گرده هم جمع کنه. روندی که در پیش گرفت این بودش که با همکاری بخشی از افراد با تجربه و مدیران با تجربه در واقع این ماموریت رو پیش ببره. بله، ماموریت چه در بخش پرتابگر، چه در بخش ساخت ماهواره و چه در بخش مدیریت، همکاری بین المللی هست، به خصوص با همکاری عمده با دانشگاه کلرادو و دانشگاه آریزونا داره. اما به نظر میاد در معماری ماموریت طراحی شده که در تمام بخش‌هایی که همکاری صورت می‌گیره خرید ماموریت نیستش، یعنی به این معنا نیستش که اینا فقط کانترکت بدن یا قرارداد ببندن، کسی دیگه ای کار رو انجام بده. تربیت نیروی متخصص در واقع بخشی از این هدف بوده. ساخت این مدارگرد فرصتی هم برای زنان محقق اماراتی پدید آورد. اکثریت در تیم علمی ماموریت با زنان بود. مأموریت مدارگرد امید با مأموریت‌هایی که تا به حال انجام شده تفاوت داره. پیش از این بیشتر تمرکز روی مطالعه قطب‌های مریخ بوده، اما مدارگرد امید افق دید ما رو از سیاره سرخ گسترش میده. قراره نقشه‌ای از تغییرات جوی کل سیاره تهیه کنه. قرار است امید یا عمل 7 ماه دیگر و همزمان با 50مین سالگرد تأسیس امارات متحده عربی به سیاره سرخ برسد. اگر مأموریت موفق بشه، اون موقع داده‌ای که تعیین می‌کنه و به دست میاره و به زمین میفرسته فراتر از فقط یک در واقع موفقیت حالا تکنولوژی یا سیاسی برای امارات خواهد بود، جامعه علمی میتونه استفاده کنه. همینطور قول دادن که برای اولین بار تو ماموریت فضایی تمام داده‌های دریافتی بدون در واقع اون محدودیت قرنطینه بلافاصله در اختیار جامعه علمی قرار بگیره و در واقع همه بتونن روش کار کنن. علاوه بر دستاوردهای علمی، مدیران پروژه میگویند قصدشان از فرستادن امید باز کردن افق‌های تازه پیش روی نسل آینده است. نعیمه نامجو، BBC.